من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. صدق الله العظيم یکی از اسماء قرآنی مولا امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا میزان بارها هم شنیده ایم در زیارت خود مولا امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا هم آمده است که از سلام علی میزان الاعمال انشالله نامه اعمال ما به دست راستمون داده خواهد شد ولی بعد نمیفرمان که مشرفر به بفرمان تو بهش چون نامه اعمال تو دست راستتون میگن خیر وایسین کار خوب هم باید جوابشو بدید اندل میزان باید اعمال شما یه جایی سنجیده شود من خدا تو دنیا گفته بودم براتون میزان قرار دادم تو آیات مختلف قرآن برای شما گفتم الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان هم براتون قرآن فرستادم هم میزان فرستادم خدا میفرماد من برای شما کتاب فرستادم میزان هم که همه اعمالتون رو به او تنظیم کنید و به سنجید فرستادم چی کار کردید با اون میزان همین آیاتی که خوندم از سوره شریفه الرحمن چی کار کردید با اون میزان چگونه باش رفتار کردید اونایی که ادعای دوستیش رو میکردن یا اونایی که ادعا کردن خودمون عقلمون میرسه اصلا کاری به اون میزان نداشتن هر دو دسته چه کار کردید به اون میزان پیامبر خدا میفرمان وقتی میرسی به میزان چهار تا چیز زودتر باید فرستاده باشی تا کار اونجا آسون بشه تو دنیا چهار تا کار باید کرده باشی تا اندل میزان آسوده باشی خیلی سریع میگذرم با اینکه بحث جا داره حسابی تو دنیا باید کزم غیز کرده باشی خشم خودت رو تونسته باشی کنترل کنی کنترل خشم تو فایده های دنیایی سر جاش فایده قیامتیش اینه که هنگامی که میرسی کنار میزان اونجا به دردت میخوره اونجا میفهمی که یه دقیقه دو دقیقه یه عمری ما دیگه بالا دستش رو میگم 20 سال سی سال شست سال دیگه به از شست سال که نیست تحمل کردی و خشم خودت و فرو بردی با این که میتونستی نشون بدی فایده رو بیا اینجا ببین کناره میزان دومین چیزی که پیامبر میفرمان برای اون زودتر بفرست برای هنگامی که میخوان میزان اعمال را نسبت به برنامه های تو قرار بدن بسنجن اعمالت را بیا و ورعه صادق داشته باش حرام که هیچ از شبهات پرهیز کن اونم صادقانه نریاکارانه واقعا از شبهات دوری کن هر اون که خودش شب هداش بگذر فرض کن اصلا برخورد با این مال شبهناک یا حرف شبهناک یا مکان شبهناکی که میخوای بری جلسه شبهناکی که میخوای بری فرض کن تو رو برای این جلسه وعده نگرفتن جلسه ای که شک داری حالا میری توش مبتلا به گناه میشوی یا نمیشوی نرو توش خوراکی که نمیدانی حلال است یا حرام بگذر ازش فورا از اون طرف نگو انشالله حلاله انشالله مشکلی نیست و ورع اونم صادقانه با نیت پاک نه برای ریا و سمع و شنیدن خلق الله و, و نه سوم علی ال جماعات رفتن به سوی جماعت های مؤمنین حالا اعم از جماعت نماز جماعت باشد یا جلسات اهل بیت باشد اینا همهش میشه مجموع هایی که یه عده مؤمن جمع شدن قبور متحر اهل بیت باشد خود رفتن به سوی این جماعاتی که مؤمنین تشکیل دادن و این تشکیلاتی که قرار دادن واقعا برای خداست کار خدایی توش میشه نه اهداف دیگر این گونه جماعاتی اگر رفتی به طرفش صرف قدم برداشتن به طرف این جماعات موجب میشه اندل میزان کار شما آسون بشه حولت اونجا بریزه چهارم این چیز حضرت میفرمان ات تداعی الالمغفرات کارهایی رو بره انجام بده سعی و تلاش کند در اینکه کارهایی رو انجام بده که باعث آمرزشش میشه یه مورد از الله گفتن و توبه کردن که باعث آمرزش میشه یه سری کارهای دیگه هم باعث آمرزش میشه و من فقط قرآنی هاشا خیلی سریع عرض میکنم اونایی که تو قرآن آمده است که جزو مغفراته یعنی باعث مغفرت ما آمرزش ما می شود که پیامبر خدا می فرمان سعی و تلاش کن اینا را تو دنیا پیگیری کنی تا اونجا راحت باشی توبه ایمان که ایمان به توحید نبوت خاصه ولایت امیر المؤمنین و اولاد بزرگوارشونه که بدون ولایت اون توحید و نبوت هم اصلا و ابدا قبول نیست نه ایمان کامل عمل صالح تقوا اینا یک قرآنی عرض میکنم روایات زیاده من فقط قرآنی هاشو عرض میکنم همش بر مبنای آیات تقوا هجرت من یه جایی باشم توی مکانی توی منطقه ای این منطقه پر از گناه است توی منطقه ای از نظر شغلی توی اداره ای که دارم به گناه میفتم اگر رها کردم اونجا را گفتم خدایا به امید تو میام بیرون هر طور میخواد بشه من نمیخوام به اینجا به گناه میفتم هجرت اونجا به درد دو میخوره سختی داره شک توش نیست اما اونجا به درد میخورد شهادت در راه خدا اونجا به درد میخورد انفاق مخفیانه قرآن میفرماد حول و استرابه ما رو اونجا بره چون جزو مقفرات انفاق مخفیانه گناهان ما را خدا به اگه انجام دادیم گناهان ما رو خدا می آماز. دادن قرض الحسنه به دیگران دادن قرض الحسنه به دیگران البته تو پرانتز امیدواریم اون دیگران این قرض دهنده را پشیمانش نکنند قرض الحسنه به دیگران دادن این موجبه آن می شود که ما آمرزیده بشیم جزوه مقفرات پیامبر می فرمون اگه می توانی انجام بده آخرین مورد پرهیز از گناهان کبیره که موجب می شود خدا گناهان صغیره رو ببخشه اگه گناه کبیره ای پیش آمد و من دست عقب کشیدم و گناه نکردم موجب می شود خدا گناهان سقیره ای مرا ببخشد اینم جزو مغفراته جزو چیزایی که موجب آمرزش ما می شود پیامبر میفرمان سعی و تلاشت بر این باشد علی ای حال ما اونجا کنار میزان باید برویم چه بخواهیم چه نخواهیم عمل ما باید اونجا سنجیده شود با میزان چه بخواهیم چه